سلام دوستان عزیز فارسی زبان سراسر دنیا، من مینو صالحی کمبل هستم و از تورنتو این برنامه رو پخش میکنم. و دیروز یا پریروز بود که یه نوتی نوشتم، پستی گذاشتم که برنامه هایی که پنجشنبه داشتم الان سه‌شنبه به جاش انجام میدم. ساعت همون 7:30 تا 9 شخصا در خونه من و آن فیسبوک لایف میشه 8 تا 9 شب، یعنی 5 چند دقیقه به 9 شب که بعد بتونم همینم توی اینستاگرامم هم بذارم با اجازتون. خوشحالم که میبینمتون. پس بدون اینکه فرصت رو از دست بدم، این درباره اینه که چرا احتیاج به آهنگ و خطاطی های خوشخطی هایی که پشت سر من میبینیم و آهنگ لاف پیس هارمونی رو که الان توی این محیط به صدا میاد میذارم، به خاطر یه چیز هست که همه مردم دنیا همه دوست دارن داشته باشن و اونم آرامشه. و این آهنگ، آهنگ الهی Love Peace Harmony و این خطاطی ها از طریق استاد من دکتر اند مستر جیگانگ شا چیز فراهم شده که من عرضه به شما میکنم. و ایشون کانال خیلی خیلی بالایی هست و در سطح با منبع، با سورس، به هرچی اسمش رو دلتون میخواد بذارین، دائم ارتباط داره. و آهنگی خواست که یکی از دانشجوهاش قبل از من یه آهنگ خواست برای این ماموریتی که داره و دستش رو بلند کرد و فقط گفت یه آهنگ میخوام که اینو لولا لولالی رو داد، که 4 تا خط براتون میخونم. لولا لولالالی. بعد دیگه گفت ترجمه چیه، که به انگلیسی یعنی عاشق، به فارسی میشه عاشق دل و روحم هستم، عاشق بشریت هستم، دلها و روحها رو یکی کنیم، عشق و صلح و هارمونی. در هفته پیش خیلی مفصل تر درباره اینکه هر جمله یعنی چی صحبت کردم. این دفعه درباره یه مقدار یه زمینه کوچیکی درباره خود ایشون میگم، دکتر مستر جیگانگ شا، که معروف ترین شفا بخش دنیاست در حال حاضر. البته دیگران هم هستن ولی ایشون هم در سطح خیلی خیلی بالایی قرار داده و خیلی هم معروفه. و بعد ایشون 30 تا کتاب نوشته که 11 تاش نمبر 1 شماره اول شده توی نیویورک تایمز و آمازون و خیلی جاهای دیگه. و چرا بهش میگن مستر، یعنی پیر، یعنی استاد، برای اینکه خیلی از چیزهای چاینیزی که ورزشهایی رو که ما میشناسیم به گوش ما خورده، مثل چیگانگ، کونگ فو، فانگ شوی، یعنی چیزهای دیگه، فانگ شوی، ایجینگ، شالینگو، تایچی و خیلی چیزها، ایشون در حالت به مرحله مستری رسیده، گراند مستر، حتی بالاتر از مستر. و بعد ایشون در ضمن طب همین طب علانه که خیلی در سراسر دنیا معروف هست، رایج هست،
دکترای پزشکی داره، طب چینی داره و دکترای طب چینی داره و بهترین آکوپانکچریسته و چیز گیاه شناس بسیار بسیار معروفیه و خیلی در خیلی خیلی چیزهای مختلف. و این خطاطیارم در چند سال پیش توی چین به عنوان بهترین خطاط، استاد خطاط شناخته شده. و وقتی که ایشون این خط رو می نویسه، این فقط ارتباط با منبع داره و اون نیروی منبع هست که در این خطاطی ها می بینین، که این خطاطی ها شامل عشق که همه استندادا چالش ها رو از بین میبره، ذوب میکنه و زندگی رو دگرگون میکنه، بخششه که شادی درونی، آرامش درونی برمقان میاره، شفقت که باعث افزایش انرژی، استقامت، سرزندگی و ایمنی به وجود میاره و نور، نور الهی هست که نور درباره همه اینایی که گفته شد به اضافه روابط، امور مالی و هر جنبه ای از زندگی رو که تصور بکنیم بهتر میکنه و جوانتر میکنه. و ارتباط با اینها، با هر دوی اینها، هم با آهنگ و با هم با خطاطی ها و دنبال کردن خطاطی ها که حالا دربارش بیشتر صحبت میکنم، همه اینا باعث میشه که شما رو به منبع نزدیک بکنه. چون همینطور که میبینی این خطاطی ها، این خطاطی ها هم با یک خط نوشته شده. یعنی این جوهر و این قلم از روی زمین، از روی کاغذ برداشته نمیشه، این ادامه متوابمه و یک نواخته. مثلا این کلمه دا که عشق هست، این مجموعاً 13 تا کاراکتر چاینیز هست که جدا جدا هست، ولی ایشون با یک خط می نویسه. بنابراین و خیلی چیزهای دیگه ای که مستر شاد داره، و اگر برین روی دکتر شاد DRSHA توی یوتیوب نگاه بکنین، هزاران هزاران چیز شفا بخشیش رو میتونین نگاه بکنین، دست اول نگاه بکنین، از مرحله چهار کانسر گرفته که دیگه لیور، کبد، که دیگه اصلا دکترها گفته بودن به مریض گفتن برو کاراتو انجام بده و اینا، تا دیپریشنی که خیلی شدید بوده و طرف میخواسته خودشو از آسمون، از ساختمون بندازه زمین، نه از آسمون، از ساختمون بندازه زمین، و از چیزای مالی مثلا که دیوید موسوف هست که خودش روی تستمونی خیلی قشنگ نوشته بود که من از هیچی به این همه چیز رسیدم که الان مالتی مالتی میلیاردر هست و این پولش هم میخواد خرج 1 بیلیون آدم بکنه، که یک خطاطی یه همچی چیزی رو که مثل شابستش براش نوشته بود، این دنبال کرده بود که بعد به این فراوونی، ثروت فراوونی رسیده. این هم توی یوتیوب هست، حتما برین نگاه بکنین، برای اینکه
چرا اینها مفید هست، برای اینکه این در یک سطح خیلی 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 بالایی که ارتباط مستقیم با ارتباط مستقیم ما با منبع، با سورس، با خدا، با هر چی که اسمشو میخوان بذاریم داریم. حالا چرا ما به مدیتیشن در محیط عشق و صلح و هارمونی با آهنگ و با این خطاطی ها احتیاج داریم؟ جوابش خیلی ساده است، همه میتونن اینو بگن: آرامش. وقتی که در آرامش هستیم، هیچ کس و هیچ چیزی ما رو آزار نمیده، برای اینکه هر روز ما از صبح تا شب درگیر با این مشکلات هستیم. و درباره مشکلات بگم، یک کمی هم درباره خودم بگم که من 11 سال پیش با دکتر مسترو جیگانگشا آشنا شدم که اونم زمانی بود که این چالش های من واقعا زیاد بود، یعنی در سطح جسمی، روحی، با شوهرم، مالی، همه چیز اصلا پخش بود، پراکنده بود، هیچ چیزی سر جاش نبود. همینی که میگیم که مشکلات از صبح تا شب باهاش زندگی داریم میکنیم، همینه که منم یکیش هستم بودم. بعد یه روز توی کتابخونه، اون موقع توی اوهایو زندگی میکردم، رفتم توی کتابخونه، این کتابو برداشتم و Divine Soul Mind Body Healing and Transmission System، که این کتاب واقعا زندگی منو عوض کرد، حقیقتا زندگی منو عوض کرد. توی این کتابم نوشته مثلا هر 3-4 صفحه میگه حالا این کتابو ببند، حالا تمریناتو انجام بده. برای همینه که تمرینات خیلی خیلی مهمه. اطلاعات، میدونید، اطلاعات خوبه، برای اینکه اگر نباشه ما نمیتونیم تمرین بکنیم، ولی تمرینه که باعث میشه که تو این اطلاعات رو توجیه بکنه، یعنی به عمل کرده این واقف میشیم که واقعا اون چیزی رو که گفته و ما هم کردیم واقعا عمل میکنه. بایستی فقط تجربه کرد. مثلا فرض کنین که یکی میگه تا حالا گلابی رو نمیدونه، نمیشناسه چیه، بعد میگه که میگه این خیلی شیرینه، این مثل عسله، این مثل چیه، ولی تا وقتی نخوره که نمیدونه که این چیه، نمیدونه که چه شیرینه. بنابراین همه چیز ارزش رو اینو داره که آدم باهاش تمرین بکنه. گاهی اوقات و مثلا مال من 3-4 ماه طول کشید، یعنی اینجوری نبود، 3-4 ماه طول کشید تا وضع من یواش 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 بهتر شد. اولم در سطح جسمی بود، بعد روحی بود، بعد روابطم با شوهرم بهتر شد، خدا رحمتش کنه فوت کرد 4 سال پیش، ولی روابطم باهاش بهتر شد. بعد وقتی که خب مریض آدم نباشه، هی دائم بخوابه، هی نما آنتی بیوتیک بخوره و قرص بخوره و اینا، خب میتونه کار بکنه. و منم به خاطر مریض بودنم نمیتونستم مرتب برم سر کار، که من واقعا خودم تعجب میکنم که رئیس من چرا خیلی وقت پیش مثلا جواب منو نخواسته بود، برای اینکه خیلی مریض بودم. و یواش یواش خیلی چیزا برای من عوض شد، نه فقط عوض شد، بلکه خودم آگاهیم بیشتر شد، فهمیدم اصلا معنی زندگی چیه، برای چی هستم، از کجا اومدم و به کجا دارم میرم، هدف دارم الانه. میدونی این خیلی زیباست، خیلی زیباست برای کسی که بازنشسته شده
و تمام روز و شبش رو من درباره دیگران حرف نمیزنم، درباره خودم میگم که به جای اینکه بشینم پای تلویزیون از صبح تا شب و به این چیزای منفی گوش بدم، هدف دارم. هدفم هم اینه که به مردم کمک بکنم. این نهایت خواهش منه که بتونم هرچه بیشتر و بیشتر به مردم کمک بکنم، چون هدف زندگی اینه که کمک به مردم بکنی که بهتر بشن و خوشحالتر بشن. و همه ماها دنبال آرامش و شادی هستیم. شما نیستین؟ من که هستم، همیشه بودم و هستم. و خلاصه این یه مقداری درباره خودم که بعدش دیگه شروع کردم دنبالش رفتن و دیگه الان به یه جایی رسیدم که میشه گفت که یکی از دانش آموزای سطح بالا هستم. فرض کنیم مثلا الان رفتم توی graduate school مثلا، یعنی در سطح دانشگاه رسیدم، از ابتدایی در اومدم، حالا رسیدم به دانشگاهی. وقتی که ما در آرامش هستیم، هیچ کس و هیچ چیزی نمیتونه ما رو آزار بده. و خودتونم خوب میدونی که ما هر روز از صبح که پا میشیم تا شب هی مشکلات یکی پس از دیگری. مشکلات هرچی که میخواد باشه، هرچی، از جسمی، روحی، روانی، خانوادگی، مالی، هرچی که میخواد باشه، برای اینکه اینا فرکانسشون پایینه. مثل من که اون موقع مریض بودم و همه رقم این مشکلات رو داشتم، فرکانسم پایین بود. بنابراین چیه؟ استرس داشتم، عصبانیت داشتم، دلخوری داشتم، دیپریشن داشتم و و و خیلی چیزای دیگه. حالا چطور میتونیم فرکانس خودمون رو بالا ببریم؟ بهترین، واقعا بهتون میگم، بهترین راهش همین خوندن و ردیابی این خطات یا خوشخطی های عشق و صلح و هارمونیه. با جرأت میتونم بگم، چون تجربه کردم، دارم اینو باهاتون تقسیم میکنم که واقعا اگه میخواین نتیجه مثبت بگیرین باید دنبالشو بگیرین. یعنی بعضی ها هستن، البته یکی دو دفعه اول خب خوب میشن، very good، خوش به حالشون، ولی بعضی هم هستن مثل من خیلی طول میکشه. چی شد؟ زدم زیرش چون روز اول نشد ولش کردم؟ نه، به دنبالشو گرفتم، اینقدر تکرار کردم، اینقدر بعد از این کتاب کتابای دیگر رو گرفتم، خیلی چیزا آگاهیم بیشتر شد و تمریناتم بیشتر شد. برای اینکه هر موجودی سرعت ارتعاش خاص خودش رو داره و مطالعات علمی که اخیراً روی زمین فرکانس های صوتی خاصی شناسایی کردن که دقیقاً مربوط به قسمت های مختلف بدن میشه و اسمش شفا بخشی، شفا درمانی صوتی، درمانی روح، ذهن، بدن هست، با تعادل، با متعادل کردن انرژی و هارمونی و رفاه طبیعی با بدن شما، اینا رو هماهنگ میکنه. نمیدونم متوجه مقصود من شدین از این چیزی که نوشتم یا نه، ولی فرکانس های صوتی، مثلا فرض کنی این موزیک های، البته من دوست ندارم، دلیل بر نفع اونا نیست،
ولی مثلا متال جاز وا که آدم اصلا سر کلش مال من لاغر اصلا میرم، اصلا میخوام زودتر از اون محیط خارج بشم. به عکس حالا یه آهنگ قشنگ شوپن بذاری، یه پیانو خیلی قشنگ آرامش بخش، ببینید کدوم یکی از اینا این فرکانس شما رو میبره بالا. این خیلی ساده است نه؟ بعضی شخص اشخاص هستن میان جلو، اینقدر فرکانسش خوبه، ارتعاشش خوبه که اصلا از دور آدم متوجه میشه، با اون لبخندی که روی لبش هست متوجه میشه که چقدر این چقدر فرکانسش بالاست. فرکانسش بالاست یعنی چی؟ یعنی اینکه ناراحتیاش کمتره، یعنی ناراحتی نداره اصلا. و معمولا مردم جذب میشن به کسی که وایبشون بالاست. خیلی چیز طبیعیه. به عکس وقتی که وایب کسی پایین هست، نه کسی میره سراغش، نه کاری میخواد داشته باشه باهاش. در هر صورت اینها همه اندازه‌گیری شده، این فرکانس ها. و این آهنگ های روحی که میگم روح الهی، یعنی اون لولا لولالی، این زبان روح خداییه. این فرکانس و ارتشای بسیار بسیار قوی و بالایی داره که شامل عشق، بخشش، شفقت و نوره. یعنی بدن به طور طبیعی با این فرکانس بالا تنین انداز میشه و بعد با فعال کردن فرکانس بالاتری از عشق و صلح و هارمونی در سراسر وجودتون اصلا پاسخ میده، جواب میده. فقط اگر ما، خودم هم یکیش هستم، چشممو ببندم و فقط با گوش دلم این آهنگو گوش بدم، طبیعتا شما باش هماهنگی، قلب شما هم باهاش هماهنگی خواهد کرد. امکان نداره که نشه. این آهنگ عشق و صلح و هارمونی 2006 رسیده، مسشار گرفته و 2008 این بنیاد غیر انتفاعی عشق و صلح و هارمونی در امریکا به ثبت رسیده که با سازمان‌های و هدفش چیه؟ بالا بردن فرکانس کره زمین و مردم، یعنی بی نهایت هدف بزرگیه، خیلی بزرگه. و اینها رو در جاهای مختلف دنیا، سراسر دنیا با این آهنگ خوندن، با این خوشخطی ها انجام دادن، ردیابی کردن و با خیلی از سازمان هایی که در هدف در راه بهبود موقعیت بشریت به طور کلی روی کره زمین هست هماهنگ کردن، همراه شدن، یک زبان شدن که اینها این چیزها رو، فرکانس و ارتعاشات بشر و کره زمین رو ببرن بالا. این در سطح عملیشه، یعنی اون چی رو که ما میبینیم از روی زمین که چقدر الان مشکلات هست،
از سیلش گرفته تا آتش سوزی های فراوانی که شده، از نمیدونم اصلا از کجا شروع بکنم، سعی میکنم اصلا نگم، و جنگ و خیلی چیزهای دیگه. اینا به خاطر اینه که فرکانس زمین پایینه، به خاطر اینکه فرکانس مردم پایینه، آگاهی مردم پایینه، شعور که میگم یعنی آگاهی مردم خیلی پایینه. و ما سعی میکنیم که همه این چیزها رو به طرف بالا ببریم، با سایر سازمان های غیر انتفاعی که هدف مشابه دارن، برای کمک و پشتیبانی در بسیاری از تلاش های بشر دوستانه محلی و جهانی شریک میشن با هم دیگه. و هدف همونطور که گفتم بالا بردن آگاهی بشریت هست. خط اول لولا لولا لالی، یعنی من عاشق دل و روح هم هستم. وقتی که صحبت عشق میشه، عشق همه چالش ها رو آب میکنه و زندگی رو دگرگون میکنه. میگه روحت رو دوست بدار، روح رئیسه، روحت رو دوست بدار تا روحت شفا پیدا بکنه، بعد شفای ذهن و بدن هم به دنبال خواهد داشت، شکی درش نیست. خط دوم لولا لولا لالی به معنی اینه که عاشق بشریت هستم. خداوند به بشریت و به همه ارواح ساده ترین و عمیق ترین ابزار عملی رو برای خدمت، ارائه خدمت به دیگران، به جهان و همه کائنات میده. وقتی این سطر رو میخونیم، عاشق بشریت هستم، عشق الهی، بخشش، شفقت و نور از این آهنگ الهی، خدمت الهی رو به بشریت و همه ارواح ارائه میکنیم. خط سوم لولا لولا لالی لولا به معنای پیوند دلها و روحها به یک دیگره، یعنی یک دعوت الهیه. خداوند همه بشریت، همه ملیت ها، همه ارواح و کائنات رو فرا میخونه تا دلها رو و روحها رو به هم دیگه پیوند بدن، که این یک پیوند دادن، یک به معنای پیوستن به دل و روح و شعور الهیه، که بیدار شون، آگاهی اونها رو به بالا سوق بدن، یعنی به عنوان یکی به خدا ملحق بشن. و خب خط چهارم و پنجم لولا لولالی که به معنی عشق و صلح و هارمونیه، که برای تأکید برای ویژگی های معنفی تکرار شده، که هدف نهایی رسالت الهی عشق و صلح و هارمونیه. این قسمت تئوری این مطلب هست و حالا وارد قسمت عملیش میشیم، که قسمت عملیش اون خوندن این آهنگه و خیلی هم راحته، یعنی اصلا چیز سختی نیست. متاسفانه من چیز لینکشو گذاشتم توی آخر نوشته لولا لولا لالی، که اینو بهتر دانلود بکنید روی تلفناتون، گوشیاتون، و بعد
من دارم یه تلفن دیگه دارم که 24 ساعته پخش میشه و الان کاش میدونستم چیز گیاهامو نشون بدم که چقدر اینا سالم خوب هستن. هر کی هم که وارد خونه من میشه میگم واو چه وایب خوبی داری اینجا. به خاطر همین هست، من نیستم. البته خب به منم منتقل شده، به محیطم، به این آپارتمانی که من توی زندگی میکنم و به ساختمونمون و تمام این توی در همسایا همه این احساس میکنم. اصلا غیر قابل باوره ولی واقعی هست. بعد واسه همین الانه یه چند دفعه من میخونم، شما هم باهاش با من تکرار بکنی، خیلی ساده است، یاد میگیری. البته توی این lapisharmony.org فارسیش نیست، برای اینکه من خواننده نیستم، صدای من ضبط نکردم، از من دعوت نکردم و انتظارم ندارم، ولی یه کسی که بتونه اینو فارسی بخونه من خیلی خوشحال میشم. من میام میبرمش توی تورنتو، جایی که استودیو هست، صداشو ضبط بکنم. هیچ پولی هم نه کسی میگیره نه کسی میده و اینا همش به صورت داوطلبی انجام میشه. خوشحال میشم اگر میشناسین کسی رو به من معرفی کنین. و بعد این آهنگو چند دفعه میخونیم، بعد شروع میکنیم با پنج انگشتمونو با هم دیگه، و من شروع میکنم با خطکش این ردیابی رو که شما یاد بگیرین و دنبال من ادامه بدین. و بعدش هم با حالا ببینیم چقدر وقت داریم، یک روش دیگه رو هم یاد میدم. بنابراین چی شد؟ از شش قدرت استفاده میکنیم. یکیش قدرت بدنیه. اولا وقتی که نشستین سعی کنین که صاف بشینین، پشتتون به صندلی تکیه ندین که بتونه انرژی دور شما و از بالا تا پایین در جریان باشه. بعد یه دستتون رو بذارین روی نافتون، زیر نافتون یه دستتون رو، و یه دستتون دیگه‌تون هم بذارین اونجایی که مثلا یه چالشی دارین، هر کجای بدنتون درد میکنه اینا، امیدوارم که نباشه، میذارین اونجا. بعد برای مثلا روابط اون یکی دستتون هم میذارین زیر روی اون یکی دستتون. برای چیز مالی بذارین روی قلبتون. بعد دیگه چیزهای دیگر هم هر کجایی که درد دارین اینا بذارین دیگه. بعد قدرت تصوره، قدرت فکره، که فکر کنین که از 360 درجه نور داره به اون محلی که شما این دستتون رو گذاشتین بره. فقط تصور بکنین وقتی که میخونیم با هم دیگه. بعد قدرت سلامه، سلام میکنیم به تمام اجزای داخلی بدنمون، از تمام ارگان هام، سلول هام، سیستم هام، دوستتون دارم، حالا به خصوص اونجایی که شما چالش دارین اسمشو بگین، ذکر کنین دوست دارم و تو قدرت اینو داری که خودتو خوب بکنی، لطفا کار خوبی بکن، مرسی. بعد از بیرون، از نیروهای خیلی بی نهایت بیرونی استفاده میکنیم، از کهکشان، از ماه، از خورشید، از آسمون، از به هر کسی که اعتقاد داریم صدا میزنی. من میگم خدایا لطفا به من کمک کن که مثلا شونه من بهتر بشه.
از رودخونه، از کوهستان، همه اینا قدرت دارن. اقیانوس، جنگل، همشون انرژی های فوق العاده ای دارن. ازشون میخوایم که به ما کمک بکنه برای اونجایی رو که شما لازم دارین اسمو بگیم. و خیلی خیلی ممنونم ازتون، تشکر. بعد اون وقت چیز صوت که همین آهنگ عشق و صلح و هارمونیه که دوباره ما، برای اینکه این هم روح داره، عشق و صلح و هارمونی، و میگیم خوش عشق و صلح و هارمونی، ما دوستت داریم، احترام میذاریم بهت و خوشحال میشیم که این مشکل چالش ما رو حل بکنی. مرسی، خیلی ممنون. بعد اون وقت اون دوتای دیگه هم، یکی قدرت رادیویی و یکی هم قدرت تنفسه که اونم بعدا بهتون میگم. اوکی؟ پس شروع میکنیم. البته من اینو مجبورم بذارم بعد جاهایشو که یکم این مکس داره، من اینو فارسی میخونم. همونجور گفتم ما فارسیشو نداریم، ولی اینجا هندیشو داره، اسپانیش داره، جرمن داره، فرنچ، فرانسوی داره و البته مندرینه. ما هم حالا هر جوری هست باش، اینا خود مستشان خونده، ما هم ادامه میدیم، برای اینکه صدای خودش فرکانس بسیار بسیار بالایی داره، خیلی بالاست. ما همراهی میکنیم و خیلی هم ساده میتونیم یاد بگیریم. این ماندرینه. عاشق دل و روحم هستم، عاشق بشریت هستم، دلها و روحها رو یکی کنید،
عشق و صلح و هارمونی، عشق و صلح و هارمونی. تصور کنین نور داریم به اون منطقه این که میخواییم، از 360 درجه نور بیاد. حالا پنج انگشتتون رو هم بذارین و دنبال من ادامه بدین. برای رد عاشق Shabbat.
به جای پنج انگوش از این قسمت از زیر نافمون فرض کنیم که یه بیچ بال یه توپی گرفتیم دستمون، ما با این برای اینکه اینجا مرکز انرژی بدنه به چشم مجازیه، به چشم معمولی دیده نمیشه و اینو باید ساخت. هرچی که این بیشتر قوی تر باشه مقاومت بدن، ایمنی بدن بیشتر میشه. بنابراین این خیلی مهمه که با این اینجا رو تریس بکنید. شما به همینطوری که این چیز رو گرفتین، این توپ رو گرفتین، با این میرین چپ، بالا، پایین، اینجوری دنبالش میاد. اگه پایین اومد شما بیاین پایین، اگه راست رفت چپ رفت شما همچنین دنبالش رو اونجوری بگیریم. تو با اینجوری نگیریم، قسمت پایین بدن زیر نافتون. پیس ان هارمونی، دل و روحم هستم، عاشق بشریت هستم، دل ها و روح ها رو یکی کنی، عشق و صلح و
اگه دوست دارین بشینین و دستتون رو فقط جلوش نگه دارین، چشمتون رو ببندید، چون این فریکانس و ارتعاش رو ما میگیریم و به چشم نمیبینیم ولی میگیریم. ایزه قابل دید نیست ولی هست. فقط دستتون رو بگیریم جلوش اگر حساس باشین ممکنه توی دستتون احساس گرما بکنی، ویزویزی بکنی، ممکنه هم هیچی احساس نکنی، مهم نیست ولی ما میگیریم. حالا دستتون رو بذاری بمالیم به هم و بزنیم به صورتتون، خودتون رو یه ذره حرکت بدیم. و یه علامه بدنتون رو به طور کلی یه بررسی بکنین، یه اسکن بکنین، ببینین چه حالی دارین. اون قسمتی که شما مثلا شونم که درد میکرد قبلا چقدر بود؟ از 0 تا 10 مثلا یه شماره بدین و حالا هم که تموم شد بازم یه شماره بدین. ممکنه 5 بوده شده باشه 4، ممکنه باشه 2، هر چی که بوده خیلی خوبه، خیلی خیلی خوبه. حتی اگه 1 درجه بیاد پایین، اگرم نیاد پایین بازم خوبه، برای اینکه این خیلی عمیق‌تر بوده. ممکنه فوری حسش نکنی ولی هرچی که بیشتر مدام اینو تکرار بکنین، هی بیاین و شرکت بکنین، اون وقت نتیجهشو بهتر و بهتر و بهتر میشه، نتیجه بهتری میبینی. از این نظر من واقعا دوست دارم که اگر کسی چیزی داره که بخواد بنویسه، حالا اگر الان هم نیستین روی خط، حداقل بعدا میبینین، ولی یه چیزی برای من بنویسین که ببینم چطور هستین، بهتر شدین؟ مطمئنم که بهتر شدین. این آهنگ به جای فقیرنشین هند خیلی کمک کرده. 32% این خشونت‌های خانوادگی از بین رفته، کمتر شده، یعنی بچه‌ها هوششون بهتر شده، بهتر میتونن تمرکز بکنن و خیلی 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 مزایای دیگه ای داره که الان همه‌شو نمیشه گفت. و ولی کسانی که توی بیمارستان‌ها توی ریهبا هستن و دکترها الان چیز کردن، آزمایش کردن، از کسانی که مثلا قبلا 2 ماه میموندن توی ریهب یا 1 ماه میموندن، الان بهبودیشون این شده 2 هفته یا حتی زیر 2 هفته. این خیلی پیشرفته، برای اینکه هم این آهنگ رو گوش میکنن و هم این کرگفیا رو دنبال میکنن، خوشخطی ها رو. در صورت خیلی خوشحال میشم که با من در جریان بذارین و تا هفته آینده، سه‌شنبه آینده، همتون رو به خدا میسپارم. به سلامتی و دلخوشی و آرامش. و باید زودتر از ساعت 9 قطع بکنم که بتونم این ویدیو رو توی اینستاگرامم بذارم. شب شما بخیر، روز شما بخیر، هر کجای دنیا که هستین. دوستتون دارم. مینون.